سلام میکنم خدمت همه عزیزان، همه دوستانم و همراهان گلم. امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. از احوالات روزای ما هم بخواید بپرسید، حال خوبی نداریم به خاطر اینکه نرگسشون حالش خوب نیست و مریض احواله و همچنان درگیره و ما هم بهتر درگیر هستیم. دیگه ساناز من گفتش که خاله اگه خیلی حال حوصله نداری سعی کن که ویدیو نسازی، ویدیو دا آماده نکن، اب نداره، بذار باشه تا بعدم، چون میدونم حال خوبی نداری، ما هم نزدیکت نیستیم که کمکت کنیم و اینا. گفتم نه، شما به اندازه کافی الان مشکل نرگس رو داریم، مرتب در تماسیم با بیمارستان و با همسرشون و خلاصه پیگیر هستیم، ولی همچنان جواب درستایی به همون ندادن. ولی خب یه جورایی هم احساس من اینه که سرگرمی و اینکه بخوام با کسی حرف بزنم، مخصوصا که اینجا تنها هستم، و کی بهتر از شما عزیزان که همرازمون هستین، هم صحبتمون هستین، شنونده خوبی هستین، بیننده خوبی هستید و ما بعد از خدا دلگرمیمون تو زندگی شما عزیزان هست که میتونیم به راحتی باهاتون صحبت کنیم، درد دل کنیم، صحبتامون رو گوش میدیم، کامنت برامون میذارین، کامنت ها خیلی دلگرم کننده است، دعاهای خوبتون همیشه بدرقه زندگی ما بوده، مخصوصا تو این شرایطی که الان نرگسشون حالش خوب نیست، خیلی خیلی همراهی شما برای ما دلگرم کننده و امید بخشه. امیدوارم که همتون تنتون سالم باشه و دلتون خوش باشه. دوستان امروز میخوام براتون یه قوره مسمو درست کنم. راستشو بخواید قبلش میخواستم وسایل پیتزای پپرونی بگیرم به سمیرای عزیزم تو کانال، به قول خودشون میگن خاله دو سال قول دادی که پیتزا پپرونی درست کنی و درست نمی کنی. هر دفعه من نمیدونم چرا این مشکل برام پیش میاد که روی این قضیه یا وقت فراموش هم شده یا زمانی بوده که مهمون داشتم دیدم تو شرایط مهمون داری حالا مقدار زیاد باید درست کنم، دلم خواسته سر فرصت همی که ایشون دوست دارم رو دستورش رو خدمتشون ارائه بدم، خلاصه هی عقب میفته. امروز هم از صبح بلند شدم گفتم برم کاراشو انجام بدم، وسایلشو بگیرم بیام، ولی دیدم اصلا حال و حوصله این که برم خرید ندارم و یه چیزی که باید متمرکز بشم و کارو درست انجام بدم. باز غذاهای سنتی تر و تکراری تر رو بهتر میتونم الان روش تمرکز داشته باشم. خلاصه رفتم سراغ قوره مسما که یه غذای گیلانی هست و معمولا هم توی گمش درست میشه. من گمجیشو ندارم و گفتم که تو همین ظرفای خودم براتون درست میکنم دیگه، انشالله که مورد قبول گیلانی عزیز قرار بگیره، ولی مطمئنم که میتونم به خوشمزدگی عزیزان گیلانی درست کنم. برای قوره مسما ما احتیاج به مرغ داریم که من بیشتر از روم استفاده کردم، دو تا تیکم سینه گذاشتم. بعد پیاز میخوایم، پیاز فراوون که من پیاز داغشو داشتم آماده است. این دلیلی هم که من الان اکثرا از پیاز داغ استفاده میکنم اینه که گاز بیرون به خاطر که باد میاد اینه هنوز به اون شکل نمیتونم ازش استفاده کنم. این گاز ما هم رودش از این زغالی هست، یعنی اصلا نمیدونم هرچی سیستما جدیدتر میشه اینا درد سرا هم بیشتر میشه. قدیم در رو سراخ میکردن هواکش میذاشتن، الان میگن که زغاله، یعنی یه مخزن داره، زغاله ریز مخصوص داره که بعد اونا رو بخری میریزی داخلش، اون میچرخه و مثلا حالتی که دود و بور رو به خودش جذب میکنه، ولی حرارت همچنان میاد میره زیر کابینتا و اصلا کارای خوبی نداره. حالا ما تصمیم گرفتیم یه کار دشواری هم هست، این قسمت رو قردان باید سوراخ کنه، از اون بر بده به داخل حموم و بده به سقف کنه، میدونم خیلی کارا باید انجام میشه تا حود آماده بشه. به خاطر من زیاد توی خونه سعی میکنم که فعلا پیاز دارمه درست نکنم، اینه که پیاز دارمه آماده دارم، دو تا قاشق رو به گوجه داریم،
یه عالمه قورای خوشگل داریم بدون دونه. بدون دونهش خیلی بهتره، چون وقتی که قورمه مصمر درست میکنید این دونه ها وقتی که پخته میشه میاد رو و صورت قشنگی نداره. سعی کنید که از قوره های بدونه استفاده کنید. بعد گوجه فرنگی دارم، یه دو تا حرف سیر، نه همین اینا، دو تا حرف. این قابل حذفه، میتونید حذف کنید. و موسه قوره مصما رو بیشتر با بادمجون و گوجه در کنارش میذارم، ولی من چون دو روز پیش مهمون داشتم قیمه بادمجون جاتون خالی درست کرده بودم و آقای عددی هم که زیاد بادمجون دوست ندارن و موافق با کدو هستن، گفتم بس به جای بادمجون کنارش کدو میذارم. ادویه هاشم نمک و فلفل و زردچوبه است که باید، مخصوصا زردچوبه که خیلی مهمه، بعد مقام توش قشنگ تفت بدیم. بچه یه چیزی یادم رفته، وای خدا، الان سه روز زردچوبه هم تموم شده، سه روز نه دو روزه دو روز زردچوبه هم تموم شده. هر دفعه میرم بیرون به اختصاص به زردچوبه چیزای دیگه میخرم، کار دیگه انجام میدم، یادم میره. الان دوباره زردچوبه ندارم، بریم با هم زردچوبه بخریم. یه دوری هم لیدی رو بزنم چون دلش باز شه، که این دلش رفته پشت در نشسته. خب با لیدی خانم بریم ملزومات آشپزی امروز که اصلیه زردچوبه است، یادم رفته بخرم، تموم شده، بریم که با لیدی خانم بخریم و بیایم. چیکار کنیم دیگه، یادمون رفته، چند بارم رفتم بیرون یادم رفته. لیدی، لیدی، لیدی خانم. خب بریم ببینیم چه خبره. لیدی خانم، لیدی خانم، از جاده جنگلی میارمش که حسابی کیف میکنه. لیدی، شمال این حالت ها هم داره. الان از خونه اومدم بیرون، دیدید که اصلا بارون نمی اومد، یه دفعه سیل شروع شده از آسمون به شدت، که منم با لباس تابستونی حسابی خیس شدم. اینم از مرغای دریایی فروشگاه شیرازی. لیدی تو ماشینه، برم خریدامو بکنم و برگردم. اینجا قسمت ادویه های فروشگاه شیرازیه که ما میگم خرید، همه چی داره، هم نسایدهشو داره هم سایدهشو. من تخم شربتی هم میخوام، زردچوبه هم میخوام، نه تخم شربتی، تخم شربتی بگیرم و زردچوبه. الان که دیدم یادم افتادا که بگیرم، بقیه ادویه‌ام که دارم. حالا تا اینجا اومدم یه سری دیگه هم وسایل بگیرم برم خونه. بارونی هم میاد، آخه اینا شامپوهای بچه است، هم با اقصا میشه داره. من شامپوی لیدی تموم شده، مجبورم یه دونه از این شامپوهای کودک بردارم که هم مال سر و بدن، تخصصی مواد پای گیاهی داره، که حالا بگیرم واسه لیدی تا برم چیز که بگیرم شامپو مخصوص خودش. فعلاً اینو میگیرم. شامپو سرم ما از اینا استفاده میکنم، سینره مارک خوبیه، من از سبزش استفاده میکنم، مال ماه چربه. این مشکیش مال آقایونه که ضد ریزشه، نمیدونم تا چه صحت داره. اون گندمیش چیه؟ گندمیش هم پروتئین است. خب من از این بعد بردارم. شامپو بدن میخوام، شامپو بدن،
از اینا بردارم که سوش میگن مستقل دوست داره شامپو بردارم. اونجا هم قسمت دستمال کاغذی هاست، دستمال لوله‌ای میخوام کنم، گلریز از همشون بهتره بگیرم. قسمت بهداشتی که دارم میاد فاکتورش میره بالا چون چیزای گرونه، دستم کاغذینه گرون. ولی اون قسمت لبنیات که ماست و شیر و پنیر و اینا داره، من بیشتر محلی میگیرم ولی وقتی هم حواس این ماستای شرکتی رو میکنم یه لبنیات شرکتی، ولی شیر نه، شیر همیشه از اون محلی هم میگیرم. ماستای پروبیوتیک و یونانی و اینا خیلی خوبه. مقدر دوغ گازدار دوست داره، من دوغ آبلی دوست داره، من آلیس دوتا بگیرم. اینجا هم که نوشیدنی های کوچیک و بزرگ داره که حالا من با هیچ کدومش موافق نیستم، آب میوه‌های شرکتی و اینا. اینجا هم صندوقه که اومدیم حساب کنیم. خریدمون شد چند؟ 372,000. خب ما خریدمون رو کردیم و برگشتیم. لیدی خانم همچنان در حال تماشای بیرون هستن و بارون بند اومد یکم، تمام کوها رو مه گرفت دیگه، خیلی مه گرفت یه دفعه، چون هوا گرمه بارون که میاد حسابی همه جا مهالود میشه. اینم خیابون جنگله که لیدی خانم خیلی اینجا رو دوست داره، من بیشتر اوقات از این مسیر میام که خلوت بشینه و قشنگ همه جا رو تماشا کنه. اینم از بارونه، نمیدونم دیگه تابستونیه بهاریه. آره من دوستان همیشه آرزوی، یعنی از دوران مدرسه که کشورها رو شناختم، استرالیا جزو کشورهایی بود که خیلی دوست داشتم و به قول معروف سرزمین آرزوهام بود. شنیده بودم که همیشه بارون هست و همیشه حالت سبز و قشنگ داره، به خاطر همین من اونجا رو خیلی دوست داشتم، جز سرزمینه‌ای بود که مورد علاقه‌ام بود. ولی خب فعلا که آرزون تبدیل شد به اومدن به شمال با همون آب و هوا، با همون آب و هوا و غافلگیریاش خیلی برای من جذابه. خیلی این انتهای این خیابون اگه ببینید حالت خاکی داره که میره برای خود جنگل. بله اینم از هوای بارونی ما و ابری بودنش. بریم که برسیم به خونه. لیدی خانمم دیگه هرچی تفریح کرد بسشه، بسته دیگه، بسته. بارون چه کیفی میکنه، البته نم نم بارون شده، یکم سرش خیس شده. خب دوستان تو این منطقه ما، این سرزمین گاواس که میام برای چرا، دلم نیمد که براتون فیلم نگیرم، همون از که ناقا پسر کوچولو اینا رو میچرخوند. امروز خودش نیست، یه آقای دیگه هست اومدن دارن اینا رو میچرخونن. وای خدا چقدر شما ها خوشگلین، چقدر آرامش میدین به آدم آخه. بله ما هم تو این سرزمین پر آرامش روزگار میگذرونیم. خوشگله من تو این بارون چه کیفی میکنن، علف میخورن و میچرن.
بچه ما الان خونمون تقریبا پشت این کوه، نه پای این کوهای سبزه که میریم بالای بالا و میشه خونه ما. خداحافظ. خب ما هم داریم میریم بالای کوه. این کوچه همون خیلی شیب داره، همه بالا شهر نشین میشن، ما بالا کوه نشین شدیم. اونم آپارتمان ماست که از این پیچ جاده پیداست. بله دوستان، بالا شهر نشینی کجا و بالا کوه نشینی کجا؟ اونم ساختمانی که تو دل جنگل ساخته شده. لیدی لیدی، به مردم تو چی کار داری آخه؟ ای خدا. خب عزیزان، امیدوارم که شما هم از این گردش تابستونی بارونی لذت برده باشین. اول تابستون، یعنی دهم تیر ماه هستین، هنوز هوا خنکه و یه کوچولو یکی دو ساعت گرم میشه دوباره خنک میشه. ما اصلا شبا کولر رو کلا خاموش میکنیم به خاطر اینکه خیلی خنکه. حالا جالب اینه که دوستان ما از این زردچوبه بخریم، دیگه چی خریدیم؟ این زردچوبه خریدم، شد 140,000 تومان. این زردچوبه شد 140,000 تومان. بعد دیگه خدمتتون عرض کنم که ماست گرفتم، شامپو گرفتم. آدم میره اونجا یادش میاد چه چیزایی لازم داره. بعد چند وقت میخواستم تخم شربتی بگیرم، دانه چیا هم داشتم با خاک شیر، دانه چیا رو یه قاشق، دانه چیا یه قاشق خاک شیر و یه قاشق هم از این تخم شربتی رو من با هم خیس میکنم شبا. بعد صبح آب بلرم و گلاب و یکم آب لیمو و یه کوچولو عسل میخورم، یعنی میشه یه جورایی اصلا انگار صبونم. بعد وقت مثلا قهوه میخورم و چای میخورم من داستان، ولی اول این کارو میکنم. دیگه دو خریدم و همین، این چند تا قلم، یه شامپو هم که برای لیدی گرفتم، سر و بدن نوزاده، چون بیرون میبرم میارمش پاهاشو اینا رو میخوام بشورم، فلای میگرفتم تا شامپوی خودشو بگیرم. بعد هم که شامپو بدن و این هم از این دوتا دوغو دیگه. خلاصه این چند تا تیکه شد 370,000 تومان. دوستانی که دوستان قیمت ها رو بدونن. خب بریم سراغ غذامون تا دیر نشده. من زردچوبه رو ریختم توی قوطیش، میتونه استفاده کنم و کنزر هست. گوزه قدیم، وسایل قدیم، چیز که میشود میخواست خراب شه 20 سال میمون بعد خراب میشود. الان از هم اول که میگیرید وسایل ایرانی گاری. حالا من یکی از این روغنی که میگن روغن زیتونیه که به اصطلاح آبی زیتونه، برای سرخ کردنه و قابلیت حرارت بالا رو داره. خوراکای چیز، خوراکای گیلانی، راز خوشمزگیشون، بزن من یک ظرف بگیرم، راز خوشمزگیشون به ادویه هایی که استفاده میکنن، چاشنی هایی که به غذاشون میزنن. معمولا شماره عزیز، حالا چه گیلانی و چه مازندرانی، از چاشنی های خیلی خوب استفاده میکنن. معمولا غذاهاشون ترش و تنده و پاسفرهیاشون هم دیگه از خود غذاهاشون خوشمزه تره، یعنی زیتون و نمیدونم فصل فلفل شیرین میشه فلفل شیرین و دیگه واسه تون بگم، به قول قدیمه جونم براتون بگه. خلاصه از این چیزا استفاده میکنن، پاسفرهیاشون خود غذاها خوشمزه تره، غذاهاشون هم که ترش و تنده و باعث میشه که یه طعم خاصی بگیره و خلاصه شهره جهانی داشته باشه غذاهای شمال ایران. خب، من یه بزنم.
تصویرش رو نوشتم. تا حالا نشده من ادویه‌ای رو مثلا تموم بشه. همیشه ادویه ها چیز داره، یه پشتوانه داره، یه مقدار که همون توی اون ضعف اصلی جا داره که تموم بشه من میخرم، ولی خب حالا دیگه نمیدونم. به خدا بسته که گرفتاری ها زیاد شده، فکر ها زیاد شده، نمیدونم احساس میکنم که فراموشی ها اونم زیاد شده. نماز موقع صبح بشه با بیام خدمت جان. این مرحله که رسیده میخوام از توی روغن در بیارم. قبل از این که دارم موقع رو در بیارم مرحله بعدیشو نشون بدم، قشنگ صبح شده با ترتیبه. سالان که خود نبود میگفتش که خاله نمیخواد ویدیو تهیه کنیم، چون مثلا انبار میخواستم، رفتم دنبال انبار، میبینم که انبار رو پیدا نمی کنم. یعنی پیدا نمی کنم که اصلا رفتم سر کجاها، نمیدونم چی لازم دارم، چی میخواستم. بعد دیگه خلاصه همینطوری ذهن و فکرمون حسابی درگیره، ولی خب چاره نیست. آره هی میرم سر هر چیزی، یه چند دقیقه هم داری مکس میکنم. اینجا من این سیر رو میریزم، میگم دنبالا با شده میگشتم پیدا نکردم. این تقریبا دو تا سه تا حب سیره، این هم میریزم داخلش، یه تفتش میدم چون پیازم چیزه سرخ شده است. پیازم که سرخ شده است دیگه یکم دیرتر میزم. بچه من روغنم خیلی کم ریختم، خیلی کم، به خاطر اینکه حالا سرخ کردن یه دیگم داریم، کدو و نمیدونم گوجه فرنگی و اینام جداگانه سرخ میشه، یه مقدار باید حواسمون به روغن باشه. البته مسما بادم جون، مسمای قوره، کلا مسماها یه ذره پر روغن و چرمن که ما سعی میکنیم که حالا روغنشو کمتر استفاده کنیم. بعد گیلانی از با کته درست میکنن، کته های بدون روغن، ولی من با برنج آبکشی بدون روغن درست میکنم که حالا دیگه از خورشتش استفاده بشه. خب این هم بندازم داخلش پیازه رو. دیگه واسه تون بگم فلفل سیاه بزنم. من فلفل قرمزم میزنم، فلفل قرمز خشکم تموم شده، بیشتر سعی میکنیم چیزش کن پیمونش نیست، سعی میکنم که از سس فلفلی که اگه یادتون باشه درست کردم، از سس فلفل استفاده میکنم. خیلی خوبم، خیلی هنوز دارم تو فریزر از سس فلفل. فلفل قرمز نیومده، فلفل قرمز چیز میاد حسابی هوا باید گرم بشه، آفتاب بزنه تا این قرمزی خودشو تحلیل نمون بده. حالا برم که فلفل قرمزم بیارم، برنج که خیز کردم رو بزنم داخلش تا غذای خورشتم کارش انجام میشه. این برنجم برای خودش بزنشه اترابش سیاد. خب حالا بریم آب نمکم، برای آب نمکم نه برنجم پوست کردم، نمک رفتم، میگم حواس ندارم. من نمیدونم این پیموناش رو چی کار کردم موقعی که نرفتم که من دفتم توش. ببینید اینا همه دلیل حواس پرتیه. موقعی که قوطی نمک رو پر کردم این پیموناش رو انداخته بودم، یعنی بر نداشته بودم، نمک ریختم با پیمونه، میگم خدای من پیمونه اینو چیکارش کردم. خب اینم از نمک برنجمون که میخواد آب کشی بشه دهنش بزنم. خب بزنم. حالا این نسوزه، اینم از زیرش کم بود البته
سس گوجه‌مون که میخواستم بهتون بگم من از این فلفل حالت سس قرمز و چی ببخشید فلفل پاپریکا و فلفل قرمزه که من استفاده کردم خیلی غذا رو خوش رنگ میکنه خیلی. حالا قوروها رو میزم داخلش یه تفتم با قوروها بدم و آب بگیرم روش قشنگ دیگه موقع رو میچنیم داخل اینو میذاریم حسابی جا بیاد تقریبا برای مرغ دو تا لیوان خورد لیوان بزرگ من آب میریزم برای مرغ مرغ ولی خب بازم تا روی مرغ بیاد بهتر. الان خواهیم که من زعفرون بسابم که آخر سر بهش اضافه کنم. دوستان دیلانی عزیزم اگر نکته هایی هستش که من رعایت نکردم و یا قراره که اضافه تر باشه لطف کنید حتما بهم بگید و کامنت بذارید که منم بدونم دفعه دیگه رسطلا رعایت بکنم و نکته رو که باید داشته باشه. این موقع قشنگ میچینیم داخل سوسمون. موقعی هم که داره مرغ میپزه داخلی همچین ظرفایی میذاره که تا روش آب نمیاد. حالا میخواید میتونید تا روش هم آب بگیرید ولی تا روش هم که آب باشه آب میجوشه میره پایین. هر از گاهی بیاید سر غذا و از سوستون روی مرغا بگیرید اونطوری خیلی چیزتر میشه تا آخر سر همه مرغ یه دست رنگ آبدار میشه. این هم از مسما قورمون. حالا زیرشم یه وقتی جوش اومد کم میکنم اجازه میدم قشنگ جا بیفته. دیگه سبزیشم که با پوست سرخ میکنم گذارم که تو همون روغن کتی سرخ میکنم آمادهشو میکنم. اگر بادمجون باشه دیگه پختن نمیخواد چون کامل سرخ میشه و میذارید کنار غذاتون. یعنی موقع که میکشید سرو میکنید اون بادمجون کنارش. ولی من چون کدوه وقتی که سرخ شد چون کدو روش زود میسوزه و سرخ میشه ولی داخلش خام میمونه بعد کدو رو آخر سر یه تقریبا 10 دقیقه آخر کدوها رو میچینم روی موقع که با بخار آب ما بپزه. حالا برم این در آب رو بیارم داره جوش میاد خب عزیزان این هم قوره مسمای ما که داره میجوشه و آماده میشه. بذاریم درشو برنجم هم آب کش کردم. این هم تعدیگای سیب زمینی که برنجو بریزم روش. این کدوهای سبز خوشگل رو هم بریدم به این قطعات که بذارم توی روغن رو سرخ بشن. بعد کدوها که سرخ شد گوجه ها رو میذارم سرخ بشه. فقط کدو سرخ شدنش ایراد داره که حسابی آب میپاچه. بعد از این دره توری بذاریم آب میندازم هر کارش بکنیم خشکش کنیم اون آب که بندازه رو میندازه. خب عزیزان این هم از قوره مسمای ما که آماده شده. الان یه مقدار بهش زعفرون بزنم بعدم این که گوجه ها و کدو هم که سرخ شدن و چه گازی درست کرده برای من این گوجه کجا سرخ شد با کدوها بچینم روش و یه جوشم با اینا بخورم و جمعش کنم. خب دوستان اینم گوجه و کدوش که چیدم روش یه 10 دقیقه با اینا بجوشه و خاموشش کنم. جای همگیتون خالی. خب عزیزان این هم از مسمای کدوی ما. به آقای حدادی گفتم که حالا که
نمیای، قرار بود بیاد خونه نهار. اینم از آب و به قول قدیمه آب و دونش. سستار و خوب شده، خیلی عالی شده، انشالله درست کنید. این خورشت خوش رنگ و آبیه که برای کسایی که فصل قوره دوست دارن یه غذای ترش و تند بخورن خوشمزه و دلچسبه، غذای تابستونی. خب برنجمون هم که آماده شده. به آقا عدد گفتم حالا که نمیای خونه بیا من غذا رو بهت بدم، ببر با همکارات بخور، چون کسی فعلا خونه نیست که غذا بخوره. من راستشو بخواید اصلا اشتها ندارم. خب عزیزان، اینم گلدونی که کاشته بودیم با هم دیگه از ضایعات گلای دیگه کاشتمش، در اومده، حتی قنچم داده. ببینید فعلا که خودشو گرفته و حسابی از چند تا رنگ تشکیل شده. شاله که تا آخر بمونه و حسابی رشد کنه بعد نشونتون میدم، چون گفته بودید که بهتون نشون بدم. اینم از گلمون. بقیه گلام که سر حالن. این بود که فقط ریشه داشت به این خوشگلی شده. خب عزیزان، این هم از این ویدیو. امیدوارم که نهایت استفاده رو برده باشید و دوست داشته باشید. آسمون حسابی گرفته است، ابریه و یه جورای بارونی و هنوز دل آسمون خالی نشده. امیدوارم که یه هوای خوبی باشه. و ولی خب دل منم مثل این آسمون گرفته. برامون دعا کنید که هرچی زودتر نرگس جون نتیجه آزمایشاتش بیاد و دکتر خبرهای خوبی رو بهمون بده. ممنونم از اینکه همراهیم کردین. منم تا اونجایی که میشد دوست داشتم براتون ویدیو رو تهیه کنم تا یه روز خالی نداشته باشیم. دلگرم هستم به وجود نازنینتون. ممنونم از اینکه تا پایان برنامه همراه هم بودین. همتون رو به خدای بزرگ میسپرم و آسمون دلتون رو آرزو میکنم همیشه آفتابی و روشن باشه. خدا نگهدار همه شما عزیزان.